سلام رو او نیکو هیلمو هر کله کوم قدر من لیدن کو هیله د چیروغ جوړ اوسیږي او د خپل کورنۍ تر څنګ خوخه او خوشاله اوسیږي. بیا هم د پخلی خبرونه د ها خبرونه چې موږ تل هڅه کوو تاسو ته خوندور خوړ چمتو کړو او اسانه خوړ چمتو کړو تر څو چې تاسو هم په کورنۍ کې وزګاری قرنطین ده تاسو هم د خوندور خوړ زده کړئ چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ. نو په خبرونه کې بیا هم زمينه اکبر او زما ګران همکار حشمت نورزی هم را سره شته. زموږ ټول تخنیکی ټیم همدا هیله ده او همدا زیار او زحمت چې وباسي د همدې لپاره چې ستاسو په شونډو باندې د څو شیبو لپاره موږ مسکار اولو او ستاسو یو څو شیبې زموږ سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي. نو حشمت جانه په خیر راغلی ولې نفسک وهې ستړی ښکارې؟ تشکر زنده باشي. ما نفسک به یې خاطر میزنیم که تو نو مقدار قدر گپ میزنی. خبرې زه کوم ستړی کېږي ته از اسی که تو جاد گپ میزنی من مانده میشم. من به نوبه خود سلام های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صدمند سرال در کنار فامیلایتان خوش و آرام باشید. امروید مزاق کدم خفه نشی. ساعت چطور است؟ من سر تو کی کوی از ما رختی خد از که چیزان در دیر زیاد پام کوم تر کارگانی دیر زیاد خورمانو زکن. خب بخیر آمدی. خانواده خوب بود؟ امروی گرمی چطور هستی؟ در آخ چیز مشکل نبود؟ نه اشمال جانان لگ زره کار میوون و کارم پی بیر سر خلاص کن رغل مخ پروانی خواتا لگ استری شوی مهم بوما نو لگ شانتی تر میو بیم وست کلی ورست لاغنا بیا رغل مخ پروانی تا کورانی هم شکر خوا زهم بلکل خیمه خپل سنگا خوش شکر که خوب هستی. ما هم خوب هستم. تشکر ازی که پرسان کردی. حشمت دسکاشا رو بخیر بکوشم که زه حیران شم لکه چې نن مونږ غواړی چې سپرایز کی کوم ځانګړي خوړه دي. نه قدر چیزم نیست. خب یک خود ځای است که خود سایس مو شما در روز مثلا مکرونی جور میکنیم در خانه. امروز خواستیم که سالات مکرونی آماده بسازیم. یکی از دوستا فرمایش داده بود که سالات مکرونی ما هم خواستیم که امروز مو خواهش دوستای ما را برآورده بسازیم و یک سالات مکرونی برای شما آماده بسازیم. حشمت جان نو دستنگ ده مکرونی خو می ډیر زیات خوړل دي طبعا چې د ټول خوخیږي نو ده مکرونی سالات دست ډول خوړل دي. خو یک غذای بسیار مزه‌دار بسیار سی که از سبزیجات هم ده استفاده میکنیم. مکرونی استفاده میکنیم، ماست، جواری، تو بادرنگ و شور یک سالاد هم مکس یک سالاد جور میکنیم که در این مکرونی هم استفاده میکنیم. با شما میتونیم که ایر در خانه ها هم آماده بسازیم. میریم پیش از این که به کار خود آغاز کنیم میریم مواد لازم رو میبینیم. دیر خشم جان نو تا هم کارونه پیل کرد دیدون که وست هم زود مکرونی سالاد مصرفی تو که پاکیج گروه بیا هم زمان گملتی هم مهیروین. د مکرونی سالاد مصرفی توکو پکیج مکرونی تروش بادرنگ دولما دنیا نانا جوارای د زیتون غوړی ماینوز مستې مالګا تور مرچ سره مرچ چپس او لیمو. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د مکرونی سلاد د مصرفي توکو پاکیج چې ومکتو البته الله دې وکړي چې تاسو هم له ځان سره یاداشت کړی اوسیږي تاسو یې هم چمتو کړئ او خوند ترې واخلئ. نو حشمت بله غواړه چې پیل لسنه وکړي. خو در قدم اول مکرونی را باید جوش بتیم. مکرونی را جوش میتیم، ما آب گذاشتیم تا جوش بیه. ډیر ښه. آب نزدیک بر جوش شدن است، یک اندازه نمک هم داخلش اضافه میکنیم. ډیر خشمت د اوبو په کومه اندازه دي او دا کوم خواړه چې نن ته موږ چمتو کوي د څو نفرو لپاره بسنه کوي؟ خو امکان داره که برای 3 الی 4 نفر کفایت کنه. این امرا با غذای دیگه که در خانه آماده می سازیم، مثلا برنج آماده می سازیم، قورمه آماده می سازیم. در کنار از این یک سالات روز ما و شما خود دائم در خانه سالات آماده می سازیم، یک سالات متفاوت آماده می سازیم که در خانه کم سالات مکرونی کم مکرونی با خود داشته باشه و هم دیگه سبزیجات امرای خود داشته باشه. می تونیم که شب با غذا امیر رقم یک خود حتی با عیس غذا هم می تونیم که از شکل غذا استفاده کنیم. اگر دیگه غذا داشته باشیم خود از یک غذای کامل است. خب نمک هم اضافه کردیم، مکرونی هم داخلش اضافه میکنیم. مکرونی را خشمت او داده دری نفر لپاره بسنده کوی نو دا نون چیز دیر زیاده وکیم نو دا بسنده کوی. خب ما آدم های نرمال گفتیم، آدم های بسیار گشنه را نگفتیم. خب الکم کسان چی مال دی او یا قاشق او خریده ما قدر نفر لپاره بسنده کوی؟ خب
نه انشالله بر خودت هم کفایت میکنه. مکارونی را اضافه کردیم، مگذاریم جوش میخوریم تا که مکارونی نرم شد. وقتی مکارونی نرم شد از دیگ گرفته یا صافش میسازیم در آب سرد. آب سرد مندازیمش به خاطر که امو حالت که یکی دیگه میچسبه. وقتی که آب سرد دمروش اضافه میکنیم امو حالتش از بین میره، با یکی دیگه نچسبه. بعد دیگه سبزیجات هم که ضرورت داریم میده میکنیم. حالا من یک اندازه سبزیجات ضرورت دارم، یک دانه بادرنگ ضرورت دارم. مهربانی ما اول در خدمت ولی میده کنم. نه دیگه چی ضرورت هست خب فعلا نه میره توتا کنم. اندیش خشمت نو دا بادرنگ د سلاد لپاره بیل سلاد چمت کوي او کنه هغه هم په مکرونی کې اضافه کوي. خو بادرنگ هم نه سلاد به خاطر دیزاین سلاتی را آماده می سازیم. هر ډیر نو واقعا بادرنگ هم ډیر زیات ګټه لري، په خصوص زمونږ د پوستکي لپاره. لیدونکو ته ونه چې پوستکي هم د سړیو لپاره ډیر مهم دي، هم د جنکو لپاره. نو که د کوم سړیو یا هم د جنکو پوستکي باندې په همدې طرف باندې هم د پوزې په طرف باندې کتور لکی اوسي یا د سترګو تورې حلقې لري، نو هڅه وکړئ چې بادرنگ حلقه حلقه کړئ او یا هم د مکسر نه وباسئ یا هم د بادرنګ اوبه اوسي کې د لږ زردچوبې سره مکس کړئ او په خپل پوستکي باندې د 15 شل دقو لپاره اوس لوې کېږدئ. نو د یو ښکلي او ځلانده او سپین پوستکي استخدام به اوسیږي. نو حشمت بادرنگ دې هم ټوټه کړل. بله بادرنگ هم ټوټه کردم، رومي ضرورت دارم. یو دانه رومي مکروني رو هم باید چک کنم. حشمت څونه رومي پکړې؟ بله رومی هم ضرورت داریم و در کنار از این گشنیز نانا هم ضرورت داریم. لیمو هم خوب با یک گیر توتا کنم، بعدا براتون میگم که چی ضرورت دارم. خلا دین هر چی بکردیم. خب یک اندازه نانا هم ضرورت دارم. شنو مرش سنگا مرش تازه هم میگرم این بخاطر خودت یک دارم. خراب شی بیا تاوان بیتر اگه اشمت دا کمی ترکارگانی چی دی وقت استلی دا طولی توتا کهو؟ بله سبزیجات تا توتا میکنیم، از نانا استفاده میکنیم، از گشتی استفاده میکنیم، از شبت هم میتونیم که اگر اندازه شبت هم استفاده کنیم شبت هم طعمش بسیار خوب میسازه. به خاطر از اینکه وقتی اگر سالات ها شما جور میکنین یکی شبت با لیمو و روغن زیتون این سه چیزی که در سالات باشه بسیار سالات ما رو مزه‌دار و با کیفیت میسازه. بالکل اشمت اشمت ستا پخپل بندی کم دول مکرونی دی دیر زیاد خوخیگی لوابدار اوسیگی او یا هم همدسې عادي اوسیږي، ځینې چې دي چپس ورسره چمتو کوي، ځینې کچالو ورسره اضافه کوي. ډېر زیات ډیزاین نه مې لیدلي، البته ځینې چینایي مکارونه دي. چینایي هغه دې لیدلي دي؟ بله چینایي به شکل چینایي هم پخته میشه. خوب آش اگر پخته کنیم باز آش چینایی بسیار با کیفیت و مزه‌دار میه. به شکل از او وقتی که ما شما هم را با کچالو دم میتیم، کچالو رو بیران میکنیم، مکارونی را هم در آب مندازیم، به این شکل جوش میتیم، کچالو رو خرد خرد میکنیم، بریان میکنیم، در دیگ تمامش هم مندازیم، یک دم میتیم. شده که بسیار اگه مکرونی مزدار میکسر سکزر چکه و ترشی هم که پرتی، اید دگه نگو. اوه خیستم دخه. نو حشمت با بلخ پروانه که با حروم رو منگتا با امقا مکرونی یا آش چمتو کوی. نو سنگا مکرونی چمتو دی کنه؟ مکرونی نرم است، مکرونی رو از گاز خاموش کرده. میگذاریم داخلی آب سرد به خاطر که یکی در دیگه نچسبه. نو اشمت دا یه خوبو کنو ولی دا دیل پر چی اونه چسب اونه نسلی بله بخاطر از اینکه نچسبه و مکرونی وقتی که سالات جور میکنیم سالات خوکم گرم جور نمیکنیم، مکرونی باید هم یک کم سرد شوه و خوبیش داریست که باز در آب سرد وقتی که مکرونی رو مندازیم یا آش رو مندازیم یکی در دیگه نمیچسبه. اگر آش ما شما جوش بتیم بکرشیم در یک ضرب باریم دو دقیقه تیر شد ببینید که یکی در دیگه چسبیده. اگر در آب یک ذره یک آب یک سر آش اضافه کنیم در یا در آب یک رو پرتیم کاملا یکیش از دیگه جدا میشه و هیچ وقت خراب نمیشه. خانو دیر خشمت دیر خواه بخیر نزو شکلی در حیران شما شده شور هم بتیم این مکرونی ایران به شکل داخل پر بیت پم دیگه خوبه که اوس خو یک دقیقه دو دقیقه داخل آب سرد میمونیم، بعد پس در چلو صاف میندازیم، میرا آبش صاف میکنیم در یک ظرف علیحدہ ایر مگذاریم. بعد از اون دیگه سبزیجات جور میکنیم تا وقتی که دیگه سبزیجات باید آماده بسازیم و دلمه رو توتا میکنم و یکان سبزیجات دیگه رو آماده میسازم میریم یک وقت پیکوتا میگیریم. دیر خشمه جانو تا هم کارنا پیل که لربه شو دما باخلو لیدن کوست همزو یه ولن داشان دما خلو رسل دمیل بیا هم منگه یوازی مپریگیم. ا
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لنډه شاندمه وه، نو د مې پلار کې حشمت جان هم ځینې کارونه سرته ورسول. نو حشمت جان هم داسې بوخت ده، نو دلته چپسې هم راوړي دي. نو زما بیر دي ته وه چې خپرونه کله خلاص شي زه به د چپسو نه حتمن نوش جان کومه بادرنګ او دلمه مرچ هر څه دلته شته دي. نو وروسته له خپرونه که څنګه چې هم موږ ته حشمت جان د ترکاري البته د سلاد داره مکروني چمتو کوي، نو بیا هم زه غواړم چې یو بیل سلاد هم چمتو کړم او مرچ هم ښه ډېر پکې وکاروم او نوش جان یې کړو. حشمت جانه زه په خبرو باندې بوخت یم د لیدونکو سره، نو ته هم تو مصروف قبض زدن بودی و ما مصروف کار بودم. دلمه رو میده کردیم، در کاسه اضافه کردیم، رومی هم اضافه کردیم. نو څنګه نوشپیاز خودی ندی راوری که ایده نوشپیاز نه هم گتا خسته میتونیم که نوشپیاز هم استفاده کنیم، پیاز هم استفاده کنیم، هم مزیش خوبتر میشه. اگر شما میخواین که از پیاز یا نوشپیاز استفاده کنین میتونین که استفاده کنین، اگر میگین استفاده نمیکنین هم مشکل نیست. به هر شکلی که شما خوش هستین به اون شکل میتونین که کدوم سبزی دیگه هم استفاده میکنین، میتونین که از دیگه سبزی هم استفاده کنین. هر خشمت د کومي ترکاریګان چې دی وست ټوټه کړلی او ټوټه کړی دا ټول یو بل سره ګډوي میکس کوي. بله، ایره یګ اندازه گشتیز هم بیرخ هم میکس میکنیم. ډیر خانو حشمت د مکرونی چې دلته یې خېدی تی او گره چی خراب شوی و نوستیگی؟ خو، او رو خیر ما چک میکنم. گشنیز هم اضافه کردیم. دیر خواه، واقعا گشنیز هم دو غتر کرگرم سخدی چی زمانگ رو کتا مکرونی رو چک کنم؟ لری مکرونی رو میبینی کاملا با یکی دیگه اید نچسبیده. وقتی که آب سرد اضافه میکنیم خوبیش هم ایست که یکی در دیگه اید نمیچسبه. اگر آب اضافه نمیکردیم و در کاسه میگذاشتیم تماما یکی در دیگه میچسبید. ډیر ښه حشمت جان. لیدونکو ما خو د نن ورځې دا سلاددار مکروني خو ما زده کړل، الله دې وکړي چې تاسو هم زده کړي اوسیږي. خو که مو زموږ د پخلي خپرونه تر دې دمه کتلي ونه اوسیږي، نو کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره وګورئ او چمتو یې کړئ. حشمت، بله، دا څه ډول بادرنګ دی؟ خو ای بادرنګ شور دا څنګه کولی شو چې ترلاسه یې کړو؟ خو ای در قوطي فروخته میشه، د بوتلاز د آماده فروخته میشه. میتونیم که از این همراه با سلات هم استفاده کنیم، در سلات ها استفاده کنیم. هر وقت همه تو خام هم خورده میتونیم. دیر خشمت، نو اشمت اندازه معلومه ده چه باید پا همدغ اندازه بانی اضافه شی او پا همدغ اندازه توته شی. بله. او کنه هر دول چیز منگه خوخی که باید پا همدغ اندازه اضافه کرده او توته کرده. خب مشکل نیست بر اندازه که شما اضافه کنی، ولی اگر به شکل نرمال مثلا در یک کاسه سالات که ما جور میکنیم به اندازه 6 الی 7 دانه از این بادرنگ اضافه کردیم. از این بادرنگ اضافه کردیم دیگه یک کاسه جواری. جواری کاملا نرم است. دا جوار د سل لپاره، ولی د سینه کې د چې د زکه چې جوار به فکر کوم ډیر لک پیدا کیږي، ډیر لک کولای شو چې لاسرسي ولرو. نو لمده شوی نخود څنګه کولای شو؟ بله، از نخود هم میتونیم استفاده کنیم، از جواری هم میتونیم استفاده کنیم. ډیر خشمه دا جوار ته خپل جوش کړی دی او کنه د قوتي جوار دی؟ نه، جواری قوتي شما میتونید در خانه هم جوش بتین آماده بسازید. یک دونه یک مرچ هم ضرورت داریم. ډیر ښه. نو حشمت، یو ډول نخود دی چې هغه لوی لوی دی، غټ نخود کنه؟ درست. نو کولی شو چې د هغو څخه هم ګټه واخلو؟ میتونیم که از نخود هم استفاده کنیم، ولی که پخته کنیم یا جوش بتیمش. ډیر ښه، ډیر ښه. یک دونه مرچ هم اضافه کردیم به خاطر که مرچ میفهمی که پیشترین ویتامین سی مرچ داره. از مرچ در غذای روزمره تون استفاده کنیم. یک دونه هم را با نان نوش جان کنی. دیگه نو د خوړو خوان که هم ډیر مهم بسیار مهم است. مکرونی استفاده می مکرونی هم باید اوس ته اضافه شي. بله، ډیر ښه. واقعا لیدون کسان چې تاسو یې ګورئ ډیر ښایسته رنگ لري، ډیر په زړه پورې رنگ لري. نو فکر وکړئ چې خوان به څومره ښه وي. حشمت اوس غواړي چې څه وکړي؟ غواړي چې ترکاري سره همدا مکرونی میکس کړي، ګډې کړي. خو ما یک اندازه نمک ضرورت دارم. نو مالګه باید په کومه اندازه؟ مخکې خودی هم مالګه اضافه کړې وه، نو اوس ولې؟ نه، او رو به خاطر در آب اضافه کردیم که مکرونی یکی به دیگه نچسبه و حال یک اندازه نمک به خاطر که سلات ما مزیش نمکی شود. مرچ سیاه بسیار کم مرچ سیاه اضافه میکنیم. تور مرچ هم باید اضافه شه؟ یک کم هم زیره. زیره؟ زیره میده یا زیره درست الان رقمش که شما داشتین. زیره بسیار کم زیره هم استفاده میکنیم. زیره د خوړو په بوی کې هم په خوند کې هم ډیر مهم رول لري. بله. او دا څه دی؟ خب ایره کاملا مکس کنم.
ډیر ښه. ماینوس؟ ماینوس څه لپاره؟ ماینوس هم دو قاشق اضافه میکنیم و ماست اضافه تر. ماینوس کمتر استفاده میکنیم، ماست زیاتر استفاده میکنیم. ډیر ښه. اشمت، نو دا ماینوس د څه لپاره دی؟ مکرونی په خوند کې کوم توپیر راولي او کنه په رنګ کې؟ نه، یک کم در مزه شکم متفاوت مزهش با شما میتونی که از ایواز ماینوز یا ایواز ماست از شکم استفاده کنی. خب هم گفتل چه بسند پختنه و کم ذهن که میواشی سنگه که ماستی و نوسی که چکه سنگه. بله، از شکم میتونیم استفاده کنیم، چکه هم مزه دار می ماست استفاده کردی با زمرا ما باست میتونی که دو قاشق ماینوز هم استفاده کنی. دیر خشمت. نو اشمت که من گفتا سو غارو چی دا مکرونی نور هم خوندور راشی یا خوندور اوسیږي، لا مزه زیاته شي، نور کولی شو چې د څه څخه استفاده وکړو، یا د لیمو د اوبو څخه یا هم د نارنج د اوبو څخه کولی شو. خو میتونیم که از سرکه هم استفاده کنیم. لیمو رو خو اینجا وقت ما پیش از پیش گرفتیم، میرو خو متوجه هستی. ما فکر کنم دیزاین لپاره که په همدې مکرونی کې نه داخل مکرونی لیمو هم آب لیمو رو استفاده میکنیم به خاطر که یک کمی هم مزه ترشی رو به خود داشته باشه و هم ویتامین داشته باشه. ډیر ښه. واقعا لیمو زموږ د پوستکي لپاره هم ښه دی، زموږ د روغتیا لپاره هم ډیر مهم دی. اشمت، د سرکه یادونه دې وکړله، کوم ډول سرکه کولی شو چې ترې ګټه واخلو؟ د مڼې سرکه، د لیمو سرکه، همدارنګه سرکې ډولونه یې بیلابیل دي، کومې ډیر ښه دي؟ سرکه، سیب، حداقل روزانه اگر ما شما بتونیم که در روز یک قاشق سرکه سیب نوشجان کنیم، هیچ وقت به تکلیف قلبی و به یگان چربی قلبی و یگان والک های قلب ما که بند میشه در اون مشکلات ها هیچ وقت بازدگه ما شما دوچار نمیشیم. خب یک اندازه این رو اضافه کردیم، حالا چی میکنیم؟ یک اندازه روغن زیتون، روغن زیتون بسیار ضرور است، یک اندازه روغن زیتون هم استفاده میکنیم. دیر خواه، باید هروم رو زیتون غوری و سیگه کنه نور غوری هم کیگی؟ روغن زیتون استفاده میکنیم، به اندازه یک دو قاشق روغن زیتون اضافه میکنیم. زیتون غوری واقعا دیر خواندور هم دی. بله. و از این چپس هم یک مقدار کم قدر زیاد نه، یک مقدار کم چپس هم گرفته به این شکل یک فشار میتیمش. نو اشمت دولی بسیل پار ده هم بخوان که کم توفیر روی؟ بله، در مزیش بسیار مزیش تغییر میتا و بسیار مزدار میشه. خب اشمت، دام دو چپس نه باید ګټه واخلو کنه؟ کوم چپس چې موږ باید په کور کې چمتو کړو هغه هم کولای شو؟ بله، چپس اقدر ضرور نیست که ما بگویم ولی 100% باید چپس ضعیف باشه. چپس هم بخاطر از اینکه کم تب مزهش تغییر بده یا مزه‌دار شه. شما میتونی که از چپس هیچ هم استفاده نکنی، به می شکل سالاتی که ما حالا جور کردیم بدون چپس هم میتونی که جور کنی و بسیار مزه‌دار هم میشه. بسیار مهم که است لیمو است که لیمو و سبزیجات است که لیمو که مزه ترشی رو برش میده. اینا هم به می شکل با چپس تماما سالات هم مکس میکنیم. لیدن که وست هم زو ترسو چی زمانگ همکار اشمت جان دا خواندور مکرونی چمتو کوي، نو لاړ به شو په ګډه سره معلوماتي ویډیو به وګورو. وروسته له ویډیو نه بیا هم زموږ ملتیا مه هیروئ. خرما یوه پخوانۍ او زړه میوه ګڼل کیږي چې په منځنۍ ختیځ او عربي هیوادونو کې د بشپړو خوړو په توګه ترې ګټه اخیستل کیږي. ټول میوه باید تازه او په خپل موسم کې وخوړل شي، خو خرما داسې میوه ده چې تل تازه ګڼل کیږي، یعنې هر وخت پوره ویټامین او د غذایي ارزښت لرونکي مواد لري. خرما فایبر، مس، پوتاشیم، وسپنه، مګنیزیم، پروتین او ویټامین بی لري چې د سرطان د ناروغۍ په وقایه ډېر رول لري، رادیکالونه کنټرولوي او له امله یې د مالیکولي تخریب مخه نیسي او د نور ډېر ګڼ شمېر ناروغیو مخه نیسي. څېړنې ښایي کوم څوک چې د زړه درد لري باید هره ورځ درې یا دوه دانې خرما په جوش شوي اوبو کې واچوي او لږ وخت وروسته یې وڅکي. د یوې څېړنې سره سم ویل شوي چې هره ورځ د انارو جوس او د خرما درې دانې خوړل انسان د زړه ناروغیو څخه ژغوري. څېړنې وایي چې انار او خرما د اکساید ضد مادې لري چې د زړه شریانونو سختولو او خرابېدلو ګواښ 30% راکموي. د یوې بلې څېړنې په ترڅ کې ویل شوي چې هره ورځ 100 میلی ګرامه مګنیزیم استعمالول د فلج ګواښ 9% راکموي. خرما د هغه ناوړه عادت چې انسان بې وخته خوراک کوي په مخنیوي کې ډېره مرسته کوي. په خرما کې د جذبولو او نه جذبولو فایبر ماده شتون لري
چې د کلمو په پاکولو کې مرسته کوي او په دې توګه کلمې ښه کار کوي. خرما په بدن کې د اوسپنې کچه لوړوي چې د وینې کمښت په لمنځه وړلو کې مرسته کوي. په خرما کې ګډ مګنیزیم د وینې فشار په ټیټولو کې مرسته کوي. همدا ډول په دې کې د پوتاشیم ماده هم بدن لپاره ګټوره ده چې زړه په سمه توګه کار کولو ته هڅوي او د وینې فشار په کمولو کې مرسته کوي. خرما د هډوکو پیاوړولو لپاره غوره سرچینه ده او د هډوکو یو شمېر ناروغیو په ژغورلو کې مرسته کوي. خرما په معده کې زیات اسیدونه له منځه وړي. په خرما کې د پرون په نوم یوه ماده شتون لري چې د روماتیزم لپاره یوه ښه سرچینه ده او همداراز د پوستکي د وچوالي، د سترګو د توروالي او امیندوارو میرمنو لپاره اغیزناک درمل دي. لیدونکو معلوماتي ویډیو په ګډ سره وکتل، هغه د کرشتہ هم یو څه تریز دکړي اوسې کینو. حشمت جان هم بوخت دا چې مکارونی چمتو کړی، نو موږ هم تل هڅه مو همدا ده چې تاسو ته خوندور خواړه چمتو کړو. خو خوندور اوسېږي او بل دا چې اقتصادي اوسېږي. نو هغه مسافر ورونه چې د هیواد څخه بهر دي، ځکه چې په مسافرت کې موږ تاسو تل حتمن که د چا د اګزده ونه اوسېږي حتمن زده کوي. نو که تاسو هم مسافر یې نو د هیواد څخه بهر یې، هڅه وکړئ چې زموږ خپرونه وګورئ او دا خوندور اقتصادي خواړه زده کړئ او چمتو یې کړئ، خوند ترې واخلئ. حشمت جانه څنګه مکارونی چمتو شوي دي؟ مکارونی آماده است. داخل یک ظرف میگیریم. ډیر ښه، واقعا لیدونکو کسانو تاسو ګورئ ډیر خوندور مکارونی ښکاري، ډیر خوندور خواړه ښکاري، رنګ هم ډیر ښکلی ده او خوند هم ډیر ښکلی ده. واقعا نو که تاسو یې نوش جان کړئ وبه وایئ چې ډیر خوندور خواړه دي، ډیر خوندور ښکاري. نو لیدونکو که تاسو زموږ د پخلي خپرونه پوره نه وي کتلی، کولی شئ چې د شمشاد ټلویزیون په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره زموږ د پخلي خپرونه وګورئ تر څو چې د خوندور خواړه زده کړئ او چمتو یې کړئ. نو حشمت، بله، ډېر ښه، چپسې هم د ډیزاین لپاره یې هم وکارول. نو ډېر خوندور خواړه ښکاري. او بادرنګ خواړه پاتې شول در نه؟ بادرنګ هم استفاده میکنیم. بادرنګ ډیزاین لپاره به خاطر ډیزاینش هم میتونیم امروش نوشو جان هم کرده میتونیم. ډېر ښه، واقعا ډېر، بله، څومره ښایسته ډیزاین دی ورته جوړ که او ډېر خوندور خوړه ښکاري. حشمت خو خودت خانودار ته وایي چې قاشق چیرې ده؟ قاشق است، انشاءالله قاشق پریمان است. نو حشمت جانه تینده را سر نوشو جان کوی؟ خو خودت نوشو جان کو، مزیش با دوستا شریک بساز، باز ما و شما بعدا نوشو جان میکنیم. بلکل سمد. نو حشمت جانه زبای خوند و گورم ادت خوند سر خمده ده. نو تا با هم دلیدون که سر دخته پیمانی اکلی. خب دوستای عزیزی بوی بود برنامه امروز ما که تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک مسپارم، شبتان خوش. حشمت جانه ډېره زیاته مننه کوم، ډېره مننه. واقعا ډېر خوندور خواړه ول، ډېر مې خوښ شول. ژوندی اوسې، لس ګوتې دي، لس څراغه دي، نړۍ مننه. لیدونکو واقعا ډېر خوندور مکارونی چمتو کړي ول، تاسو هم کولی شئ چې چمتو یې کړئ. نو دا به زموږ د نن ورځې د پخلي خپرونه چې ما مینه اکبر او زما همکار حشمت نورزی او زموږ ټول تخنیکي ټیم زیار وباسه او تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بیا بلې خپرونې، ښه وخت، ښې شېبې. له لیدلو مو مننه.